سرخط تازه ترین خبرها، شکری بارکزای سفیر افغانستان در آمریکا تعیین شد. رسوایی های تازه سلطانزوی که فاش شد. به نام خدا و با عرض سلام با مجموع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. شکری بارکزای سفیر افغانستان در آمریکا تعیین شد. خبرگزاری رصد. منابع در ارگ ریاست جمهوری تایید میکنند که شکری بارکزای وکیل پیشین مردم در ولسی جرگه من حیث سفیر افغانستان در آمریکا شده است. همچنین این در حال است که رزاق مامون در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم ها، چه شادی ها خورد برهم، چه بازی ها شود رسوا. زمانی که ملت به پا می شود و از حق قانونی خود بازجویی می کند، متاسفانه از آدرس شاروال جمهوریت به آنها او باش و ولگرد خطاب می شود. و من هم مجبور شدم که یک گوشه از زندگی خانواده این جناب را بازتاب دهم که بالاخره معلوم شود که او باش و ولگرد کی ها هستند. این ماجرا برمی خورد به زندگی داوود سلطانزوی و بانو زهره یوسف، خانم نیمه متعلقه ایشان که در گذشته برنامه های تفرقه افغانانه را زهره یوسف در تلویزیون های ارتجایی مثل تلویزیون آریانا انترنشنل از کالیفرنیای آمریکا نشر می نمود. زندگی داوود سلطانزوی در آمریکا چنان اوباشانه و ولگردانه بود که ونا دختر وی که تنها 23 سال دارد توانست 3 بار ازدواج کند. خود را سرانک کند از ازدواج اول ونا با پسر کاکای خود اجمل فاروق سلطانزوی بوده. بعد از یک سال دختر سلطانزوی درخواست به دادگاه می دهد و از اجمل جدا می شود و با شخص سیاه‌پوست به اسم ریان ایدون ازدواج کرد که این ازدواج هم پس از 2 سال ناموفق بود. چنان ریان ایدون وی را طلاق داد. پس از آن وینا دختر سلطانزوی بیشترین اوقات خود را صرف الکل و سکس پارتی ها می کرد. در عکس دیده می شود تا جایی که حدود 6 ماه قبل خانم زهره یوسف داوود به آمریکا رفت و شاهد سومین عروسی دختر خود با شخص عیسوی مذهبی به اسم راکسترو بود. شرح زندگی گذشته وینو چنان بود که وی پس از سن 16 دختر سلطانزوی نبود. پس از ادمام مکتب به دانشگاه راه نیافت، چنان که ولگردانه و اوباشانه بسیار اوقات خود را در جاده ها و ساقی خانه ها با اوباش ها سپری میکرد که شرح بیشتر این موضوع را در عکس برای شما شرح داده ام. همچنین رضا قمامون در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: فساد جمهوری در نورستان. خبر می رسد که والی پیشین نورستان، معاون والی محمد اسماعیل اتکیان، عضو مجلس نمایندگان و شمار دیگر از تیکداران امور نورستان ساکن کابل 250 میلیون افغانی را بین خود تقسیم کردند. این مبلغ گساف از بودجه دولت چند ماه پیش به منظور تمویل پروژه تولید برق سولر برای درمانگاه های محلی تخصیص داده شده بود. در نتیجه پول ساخت دستگاه های برقی آفتابی ضبط شده و درمانگاه های محل نیز به برقند. کلینیک بیبرق چه به درد می خورد، اما مهم نیست. مهم این است که جمهوریت خواهان کابل نشین نورستانی دمشان چاق و متعصب عزم تاریخی اشرف غنی از آنها راضی باشد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد. تا ویدیوی دیگر، بدرود.